گزارش سالانه عفو بین الملل درباره نقض گسترده حقوق بشر توسط دیکتاتوری آخوب اعتراضات و کشتار معترضان و قیام کنندگان، استفاده از اعدام برای سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و قومیت‌ها، بکارگیری سیستماتیک شکنجه و مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات. مسئولیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت مربوط به قتل عام 1367 به شکل سیستماتیک ادامه یافت. در نمودی آشکار از مسئولیت سیستماتیک در ایران، ابراهیم رئیسی به جای اینکه به خاطر جنایات علیه بشریت در قتل عام 67 مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد 1400 به ریاست جمهوری رسید. دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی را به دلیل نقش وی در عملیات خونسا شده انفجار بمب در محل گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه در سال 2018 به 20 سال زندان محکوم کرد. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر که روز سه‌شنبه 9 فروردین 1401 منتشر شد، به ابعاد گسترده جنایات و سرکوبگری دیکتاتوری آخوندی علیه مردم ایران به ویژه قیام کنندگان پرداخته و به پیگرد رئیسی جلاد به خاطر جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 فراخوان داد. عفو بین الملل تأکید کرده است مقامات رژیم ایران از مجازات اعدام به طور گسترده و از جمله به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند. احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شدند. مسئولیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و سایر جرائم تعریف شده تحت قوانین بین المللی به شکل سیستماتیک ادامه یافت. در نمودی آشکار از مسئولیت سیستماتیک در ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه رژیم ایران، به جای اینکه به خاطر جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال 1367 مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در ماه ژوئن خرداد 1400 به مقام ریاست جمهوری رسید. انتخابات ریاست جمهوری در فضایی توأم با سرکوب و با مشارکت بسیار اندک مردم برگزار شد. در ادامه این گزارش درباره محکومیت دیپلمات بمبگذار رژیم و مزدوران جنایتکار در دادگاه بلژیک به خاطر توطئه بمبگذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت آمده است. دادگاهی در بلژیک دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی را به دلیل نقش وی در یک عملیات خونسا شده انفجار بمب در محل گردهمایی مخالفان سیاسی در فرانسه در سال 2018 به 20 سال زندان محکوم کرد. عفو بین الملل با یادآوری ممانعت رژیم از ورود گزارشگران ویژه ملل متحد به ایران بر استمرار سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع و سیاست سانسور ماهواره‌ای و اینترنتی فاشیسم دینی حاکم بر ایران تأکید کرده است. عفو بین الملل در ادامه گزارش سالانه خود درباره سرکوب قیام‌ها و تظاهرات مردمی توسط نیروهای امنیتی رژیم می‌نویسد: نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات از قوای قهریه غیرقانونی از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شکاری استفاده کردند. در ماه ژوئیه تیر 1400 حداقل 11 نفر در جریان اعتراضات به کمبود آب در استان‌های خوزستان و لرستان به ضرب گلوله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
در روز 26 نوامبر 5 آذر 1400 نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات شکل گرفته به سوء مدیریت آب در اصفهان گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند که منجر به نابینایی یا وارد آمدن سایر جراحات جدی به چشم ده ها نفر از مردم از جمله کودکان شد. در ادامه این گزارش درباره استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه در سیاه‌چال‌های رژیم آمده است. اظهاراتی که به عنوان اعتراف و زیر شکنجه از متهمان به دست آمده بود توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های حکومتی پخش شد و توسط دادگاه‌ها برای محکوم کردن متهمان مورد استفاده قرار گرفت. عفو بین‌الملل سپس به گوشه‌های دیگری از اعمال سرکوبگرانی رژیم در چند دسته‌بندی می‌پردازد، از جمله استمرار تبعیض نهادینه علیه زنان و دختران ایران و وضع قوانین قرون وسطایی برای نهادینه کردن این تبعیض، سرکوب و تبعیض قومیت‌ها از جمله هموطنان عرب، ترک، بلوچ، کرد و ترکمن با اعمالی همچون ممانعت از دسترسی برابر به تحصیل و اشتغال. بنا به این گزارش قومیت‌ها نسبت به جمعیتشان بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مانند محاربه به اعدام محکوم شدند. مقامات تعدادی از کسانی که بر اساس چنین اتهاماتی محکوم شده بودند را مخفیانه اعدام کردند و محل دفن آنها را از خانواده‌هایشان پنهان کردند. در این گزارش همچنین تاکید شده که رژیم آخوندی از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و قومیت‌ها استفاده می‌کند و همچنان به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد. بنا به این گزارش همکنون بیش از 80 نفر در ارتباط با جرائمی که در زمان وقوعشان زیر 18 سال سن داشتند در صف اعدام باقی ماندند. در بخش پایانی قسمت ایران در گزارش عفو بین الملل زیر عنوان مسئولیت مسئولان نقض حقوق بشر از مجازات چنین آمده است: مقامات به کتمان تعداد واقعی کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 ادامه دادند، شکایات خانواده های کشته شدگان را رد کردند و از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به خاطر ایفای نقش در این سرکوب علناً تجلیل کردند. در طول سال نیروهای امنیتی تجمعات صلح‌آمیز خانواده‌های دادخواه را سرکوب و متفرق کردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به طور موقت بازداشت کردند. در ماه اوت مرداد 1400 محاکمه حمید نوری که پیشتر در سوئد به اتهام دست داشتن در کشتار سال 1367 دستگیر شده بود بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی آغاز شد. مطابق با الگوهای مسبوق به سابقه انکار و تحریف، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این محاکمه را یک طراحی ساخته و پرداخته تروریست ها که بر مستندسازی و شاهدسازی دروغی تکیه دارد توصیف کرد. مقامات رژیم همچنان به کتمان حقایق پیرامون سرنگونی پرواز 752 در ژانویه 2020 دی ماه 1398 توسط سپاه پاسداران که منجر به کشته شدن 176 نفر شد ادامه دادند. بستگان داغ دیده و جویای عدالت و حقیقت همچنان از سوی رژیم مورد آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه غیر انسانی و ترذیلی قرار گرفتند.